خدمات مکاشفه تقدیم می کند. خرجین زمان. جای نرید، چون می خواهیم در مورد آیین نیایش مسیحی صحبت کنیم، اونم فقط در چند دقیقه. آیین نیایش و پرستش یا در انگلیسی لیترژی در حقیقت به معنای مراسم قوم خدا برای اوست. در انگلیسی امروزی این واژه اغلب به معنای مراسم مفصل و پرجزئیات هستش. رداها، بخورها، مراسم مذهبی و چیزهای دیگه‌ای که در حقیقت مربوط میشن به زمانهای بسیار قدیم. مراسمی که اغلب در میان ارتودکس های شرقی، کلیساهای انگلیکن و کاتولیک دیده می شد. در حقیقت آیین نیایش یعنی هر گونه مراسمی که دارای هر شکل یا عمل کردی در درون کلیسا هستش. بنابراین کلیساهایی که خودشون رو به عنوان کلیسای بدون آیین پرستشی معرفی می کنن، در حقیقت کلیساهای پرستشی هستن که دارای یک الگو و یک روش خاص برای اجرای جلساتشون هستن. این جلسات ممکنه غیر رسمی تر باشن، ممکنه فاقد چیزهایی باشن که بیشتر در مراسم پرستشی پیچیده و پر جزئیات شاهدشون هستیم. اما واقعیت اینه که تمام مسیحیان دارای آیین نیایش هستند. بدون آیین نیایش و پرستش اساساً جلسه کلیسایی نخواهیم داشت. آیین پرستش در ابتدا به معنای مصوبه و قانون اجرایی قوم خدا بود که وقتی گرد هم جمع می شدن برای دعا کردن، سرود خواندن، گوش کردن به موعظه و گرفتن اشعار ربانی طبق اون عمل می کردن. پس وقتی مردم در مورد آیین نیایش صحبت می کنن، می تونه به یکی از این دو مورد اشاره داشته باشه. اگه از کاربرد مدرن این واژه استفاده می کنن، اشاره به یک جلسه مفصل و پر از جزئیات دارن. اما در الهیات به طور کلی وقتی از آیین نیایش صحبت می کنیم، منظورمون صرفاً یک پرستش گروهی هستش.